به یک نکته اشاره کرد که میخوام اونو تاکید کنم، گفت صفحهشو بستن اینستاگرام و اینا. بچه ها این جمهوری اسلامی روز به روز داره پایه‌های قدرتش رو در خارج محکمتر میکنه، برخلاف آنچه که رویاهای خودمون، ما رویاهامون میایم میگیم به شما که آقا این رژیم افتاد و این رژیم رفت و شلوارش در آمد و فلان. این نه، این با دلارها و پولایی که در اختیار داره بارها سالها پیش من نوشته، حتی اوباما و بایدن برای اینا کار میکنن، چون اینا برای پول کار میکنن. و حالا یه خبر کوچیک بهتون میدم، شرح ماجرا رو در برنامه خودم میدم، اون این آقای شرفشهی استاد گوش بفرمایید، جورج سوروس میشناسینش که؟ جورج سوروس اول ثروت جهانه، یعنی تمام آدمایی که شما میبینید مثل بیل گیت و البته بیل گیت خودش داره جدا، مثل ایلون ماسک و جف بزوس و اینا همه با توی کمپ اقتصادیشون اومدن بالا و اون اولین چیزه. یعنی دو تا قدرت اقتصادی پولی بزرگ در جهان داریم، یکی روتشیلد هست یکی سوروس، که دو تا هم با هم متحدن. آقای شرفشهی، جورج سوروس از این بعد نوه‌هاش میشن شیعه اثناعشری و آقای خامنه ای امامشونه. سرکار خانم هما آبدینی که درود دارم بهش، خانم بسیار نازنینی است البته، هیچ اون به این ربطی نداره مسئله، بلکه بدونید سرکار خانم هما آبدینی فرزند آقای سید زین العابدینی از رهبران بزرگ شیعه، البته خب پاکستان، ولی پاکستان ایرانه، ذوالفقار علی بوتو، ذوالفقار کشتنش، بی نظیر کشتنش. ایشون با الکس سوروس داره ازدواج میکنه و خودشون هم اعلام کردن و غیره، و فرزندان آقای سوروس نوه‌هاش در آینده خواهند شد شیعه اثناعشری و امامشون اینا. حالا همین مسئله امام رو هم که شما نفهمیدید ملت ایران میگم، من یه شرح کوتاه میدم، ولی پیش از اون اینو خواهم بهتون بگم، یعنی از این پس بچه ها کاراتون رو سریع انجام بدید، تمام اون صفحاتی که داره ایران رو، ایرانگرایی رو، خرد رو، خردگرایی رو تبلیغ میکنه، اینا شروع میکنن به بستن. یعنی الان یکم فضا بازه که همه معتاد این بشن، همه برن تو این، یهو میبینین همه جور صفحات یوتیوب است که بسته میشه، صفحات اینستاگرامتون رو میبندن، صفحات فیسبوکتون رو میبندن، چون جمهوری اسلامی با اینا ساخته که چیه، خود اونایی را آوردن قدرت دادن برای هم دارن کار میکنن. استاد چرفچایی یک نمونه دیگه شما بگم، این آقای پزشکیان که اومد، من از این بعد بتون هستم که میخوام مؤدب باشم، پزشکیان، آقای پزشکیان که اومد یک رسانه در فرانسه، یک دونه بیاد نقد کنه اینا که این کی بوده، چی بوده، چی کرده، چی کار میکنه، نبود، بلا استثنا همه گفتن یک انسان اصولگرا مدرن هست و همه چیز متحول میکنه، و همه تبلیغات مثبت برای آقای پزشکیان. پزشکیان هم رفت سینه زد امروز عاشورا تا اینا، و هم رو مسائلی اظهار نظر کرد، ولی آقای پزشکیان مال سیستم خودش هم از کسانی بود که لاغلی صداقت رو داشت، تو انتخابات میگفت رهبر معظم انقلاب، میگه برنامه چیه؟ میگه رهبر معظم انقلاب. حالا اون نکته ای که ما نفهمیدیم تا الان هم نفهمیدیم، رؤیاهای خودمونو میایم میشینیم اینجا تحویل میدیم به مردم، رؤیا، من رؤیایی دارم، این رؤیای من، رؤیایی دارم که اصلا شعار امریکا هست که من یک رؤیایی دارم، دریم داریم هممون، این رؤیای خودمو که من نباید 40 سال بیام اینجا تبلیغ بکنم، من باید عالم، دانشمند باشم، اندیشمند باشم به خبر و خبرنگاری و روزنامه و روزنامه نگاری و نویسنده و نویسندگی، باید بیام واقعیت رو به مردم بگم، واقعیت. من 40 سال پیش که وارد پاریس شدم، رفتم اینجا دانشگاه سخنرانی بکنم، روزا گفت آقا این رژیم 10 سال دیگه میمونه، خواهش می‌کنم که مبارزه رو متمرکز کنه روی 10 سال. بچهای بالای اپوزیسیون اومدن آقا نگو یه حرف بزن، رژیم فردا رفته، 6 ماه دیگه که سر دو، گفتم نه آقا جان نمیره، شما یا بینش ندارید یا دید الکی میگید، حالا 10 سال شد 40 سال. خب اونجا اونا میگفتن نگو، آقا چطور تو نگی که من نمیتونم به اندازه کافی اسلحه و فشنگ و تفنگ و اینا بذارم تو جیبم که برم به جنگ. خب نکته مهم این استاد سیروس شرفشاهی که تا حالا ما نفهمیدیم که آقا شیعه اصلا یعنی چی، اسلام یعنی چی. آقا تشیع استاد سیروس شرفشاهی چند نوع داره، شیعه علوی چند نوع داره،
همین زیدیه که حوثی‌های یمن هستن، اینا شیعن، ولی اینا تا زید قبول دارن، تا زید پنج امامی شیش امامی هستن. اسماعیلیان شما دارید، اینا هم شیش امامی یا هفت امامی هستن. اثنا عشری دارید، دوازده تایی هستن. و یعنی تشیع و علوی ها چندین فرقن، ولی همه اینا در یک چیز متحدن، اون اینه که تو باید امام زمان داشته باشی. اون مهدی که غیبش زده که نبودی، اونا بگذاریم، الان یه امام زمان داشته باشی، چون اینا مثل پاپ امام زمانشون باید باشه، ازش اطاعت کن. من اینو به عنوان یه متخصص اسلام شناس، یک دین شناس لایک و خردگرا دارم میگم، درس دارم میدم، مثل درسایی که تا حالا دادم توی جاهای مختلف. این امام شیعی یعنی آقای حسن نصرالله، و این یارو توی یمن، و این یارو توی عراق، و این آقا تو پاکستان، و این آقا هر جای دنیا که از شیعه است، چه علوی چه است، امامش علی خامنه ایه. امام و آقای شرفی، شما میدونید، همه میدونن امام ها رو که انتخاب بکردن، اینا اصلا تو شکم اینا نشمید، گفتن این رو امامه. وقتی به دنیا آمد بچه بود، هنوز دست چپراست چونه میشناخت، گفتن این امامه. در زمان صفوی استعمار انگلیس اومد، اون شاه بچه‌ای که اصلا خردوتر و کوچولوتر بود، گفتن این شاه و بعدم شیعه است و بعدم سنی کش، و زدن قتل عام ایرانی ها کردن به نام جنگ شیعه و سنی. سنی ها رو خب ایرانو نفهمیدیم که آقا یارو امام امامه دیگه. امام یعنی رهبر اینا، مثل اینکه رئیس جمهور فلان کشور، اون رئیس جمهور، اینا هم امامه. حالا من میخوام اینو بگم در رابطه با امام حسین که الان تاسوعا و عاشوراست و هر سال ما رو سیرک میذارن، ملت بیچاره بدبخت، برید بخونید اینا که نمیان، اینا که تریمون دستشونه که به شما بگن، اونا که اصلا نمیدونن معنی امام یعنی چی، رویاهای خودشونو میان میگن، تبیین و تفسیر و رویای خود کردن تو خواب بکنید، ولی به مردم حقیقت رو بگید. قبل از اینکه حقیقت ببینیم، فیلم آخری میبینیم استاد سیر شرفشاهی، توی این فیلم نشون میده که تو ایرانی کی هستی، کی بودی، تا چه حد به همه حیوانات احترام میگذاشتی، حیوان برای تو تا چه حد، همه حیوانات هر نوعش مقدس محترم بودن، که تناب به گردن حیوان نمنداختی بکشی، به شاخش منداختی میکشیدی، با ادب با احترام. تو رو انسان با تمدن با شرف، فخر جهان بودی، بزرگترین امپراتوری دنیا رو داشتی، که مردم جهان می اومدن به استقبال تو. در تخت جمشید ببینید همه جهان هستن که با هدایا میان به سوی شاهان ایران، نه اینکه ایرانیا برن اونجا. خب حالا تو رو به جایی بردن رسودن که یک مسجد رو خراب کردن، و کاگلاش و خاکماکاش آمدن به این مردم هپلو هپو میفروشن و جمع هم شدن میبینن. این فیلم خوب ببینید، با دقت گوش کنید، این شرحال بدبختی یک نسل بزرگ، یک ملت و یک مردم مقتدری است که امروز بدبخت شده و به حال خودش باید گریه کنه، میاد برای حسینی که جزو کسانی بوده که به ایران حمله کرده، تمام زندگیش جز جنگ نداره، یک کتاب نداره، یه مقاله ننوشته، دو تا سخنرانی نداره، برید سخنرانی امام حسین ندارید، همش جنگاوری بوده و اونم تو مملکت. تو این بیچاره بدبخت گوش کن، ببینیم فیلمو، ببینیم کارگردان عزیز برنامه. این سنگ نگاره رو ببینید، یه نکته ریز داره. 2500 سال پیش اجداد ما حتی نحوه برخورد با حیوانات رو در سنگ نگاره های تخت جمشید برای ما به جا گذاشتن. در واقع اجداد ما اونقدر به حیوانات احترام میذاشتن که به جای اینکه تناب رو دور گردن گاو بندازن، به دور شاخش بستن. این هم یه سنگ نگاره از مصر باستانه که میبینید چطور با این حیوان زبان بسته رفتار شده. تخت جمشید نه تنها یک بنای تاریخیه، بلکه که یک دانشگاه علوم و تربیت. درود بر فرهنگ و تمدن ایرانی. از خریت و سادگی اینا بگم، یا اون دیوسی که اون بالا وایستاده داره نخاله ساختمونی رو میفروشه. ببین چجوری ایستگاه این ملت گرفته اینا. اینجا کاشان حرم شاهزاده زیده، محوطه حرم یه دونه ساختمون نیمه ساز بوده، بردن اونجا نخاله ساختمونی رو به عنوان تبرکی دارن بهشون میفروشن. بله استاد سیرس شرفشاهی، این درد و رنج 1400 ساله ما، این استاد سیرس شرفشاهی. حالا اگه وقت داریم، سه دقیقه دو دقیقه وقت داریم؟ بله.
استاد سیروس شمشیر، ای ملت رشید و سربلند و دلیر ایران، دیدید که از حرم امام رضای مشهد تا کرمانشاه و تمام شهرهای ایران بهتون نشون دادم، فیلم مال امروز بود، فیلم مال همین امروز بود، تاسیا عاشورا تو ایران خلوت بود، هیچکی نبود، بیچاره ها اینا سپاه قدس آوردن تو خارج سینه میزنن زنجیر میزنن. حالا هم در دو کلمه بهتون بگم، امام حسین عزیز کمچه خوشگل و قشنگم برای شما نقاشیش میکنن و ستاره هم دورش میزنن، ایشون امام حسن برادرش که صلح میکنه با معاویه و سه تا شرط میذاره، میگه یک پول این مبلغ باید بدی، زن کنیز و کنیز خصوصا کنیزه ایرانی اینقدر باید بدی، سومی که دیگه بچت چیز نکن، بعد اون میگه قبول، پول و زن و اینا بهش میدین چون عشقش میگرده. امام حسن به خدا قسم، استاد سیروس شمشیر به خدا قسم، من سیاوش اوستا، حسن عباسی سابق که الان حسن عباسی قلابی ساختن تروریست برای خراب کردن من 20 سال این رو ساختن، همین رسانه های لس آنجلس هم تبلیغ شکرد، ولی با مهر یزدان پاک موندیم و یزدان پاک ما رو یاری کرد، همونطور که ترامپ رو خداوند یاری کرد این ایتسالش گردون تیره بهش نخواد. استاد سیروس شمشیر، از زبان علی خامنه ای شنیدم که گفت، یک کتاب داره به نام صلح امام حسن، که گفت من اصلا دو تا از امام حسن خوشم نمیاد قبل انقلاب، گفت یکی از امام حسن خوشم نمیاد، یکی از امام رضا. گفتیم چرا خوشت نمیاد؟ حالا ما یه بچه 14 15 ساله علی اساتید چم اونجا نشستن، گفت به خاطر اینکه اینا هر دو تاشون برای ثروت و قدرت و پول رفتن و خودشون رو فروختن، این خام نمیگفت. حالا امام حسین داره عشقشو میکنه، زینب و رینب رو گرفته میخواد دستم بدن بیازید، بعد به خاطر قدرت ایرانی ها میگن آقا بیاد ایران، بیا کوفه، چون کوفه ایرانه، ما به تو قدرت میدیم، میکشنش اونجا که بکشنش و به کشتنش میدن و میکشنش، عموش و عموزاده هاش و داییش میکشنش، حالا من و تو باید برش گریه کنیم. بسیار ممنون از شما، تا هفته آینده برای شما شب و روز خوشی رو آرزو دارم. با بوسه و مهر استاد سیروس شمشیری، روز شب خوشی داشته باشید استاد، خسته نباشید با این همه تلاش، سپاسگزار مهر کارگردان برنامه هستم، بدرود و خدا نگهدار. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت، همراه آقای دکتر قرقز دوست سیاوش اوستا با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.